حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت جدید تهران امروز در سخنان خود در خطبه دوم با تاکید بر اینکه تریبون جمعه نباید موجب یأس و سلب اعتماد مردم شود گفت نبایستی بر سر موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی برای هم پرونده درست کنیم. صدیقی همچنین خواستار رأی مثبت نمایندگان مجلس ایران به کابینه احمدی نژاد شد و گفت از مجلس ولایی مردمی و اخلاقی توقع این است که باید به وزرایی که پرتلاش، ولایت مدار، کارآمد، ساده زیست، دارای حسن شهرت و سابقه و استکبار ستیزی هستند رأی اعتماد دهد. وی در بخش دیگر خطبه های نماز جمعه حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات و رأی 25 میلیونی به احمدی نژاد را در جهان بی سابقه توصیف کرد و درباره معترضین به نتایج انتخابات نیز گفت متاسفانه عده‌ای سعی کردند این فرصت را به یک مشکل و چالش تبدیل کنند. من یقین دارم که همانطور که آقا مقام معظم رهبری فرمودند این جنگ نرم از پیش طراحی شده بود و عاملش یک شخص نیست. صدیقی در بخش دیگر خطبه ها از حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکایی ها به بهانه قرارداد امنیتی اقامت و حضور نامشروع خود را در عراق ادامه می دهند، در صورتی که به وجود آمدن عراق آرام در اخراج خارجی ها و ثبات آن در منطقه تأثیر دارد. وی همچنین با اشاره به درگذشت عبدالعزیز حکیم وی را عالم مجاهد زجر دیده از یک دودمان اصیل ریشه‌دار مردمی معرفی کرد و گفت حکیم نقش بسزایی در عراق داشت. حکیم با رفتن خود سلمه‌ای برای شیعیان عراق به وجود آورد، چرا که وجود ایشان در این شرایط مغتنم بود. محمود احمدی نژاد امروز به مناسبت هفته دولت در سالگرد کشته شدن محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد. احمدی نژاد در آن سخنرانی با اشاره به دخالت بیگانگان در حوادث انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد یکی از وزرای خارجه کشورهای دوست به ما گفت که وقتی به وزیر خارجه استعمار پیر گفتم که چرا در امور ایران دخالت میکنید، او گفته است که این بار کار نظام جمهوری اسلامی را تمام خواهیم کرد، و وقتی به او گفتم که شما انقلاب و رهبری و مردم ایران را نمیشناسید، او میگفت این دفعه همه چیز را حساب کرده ایم. وی همچنین گفت که دشمنان ملت ایران هم در انتخابات و هم در حوادث پس از انتخابات شکست خوردند. وی در خصوص رویدادهای پس از انتخابات نیز تاکید کرد این حوادث تلخ بود اما نتیجه آن شیرین بود. عده‌ای مردم بیگناه آسیب دیدند اما بدخواهان رسوا شدند. وی تلویحاً خواستار محاکمه موسوی و کروبی شد و تاکید کرد عناصر اصلی اغتشاشات نباید از مسئولیت امنیت برخوردار باشند. احمدی نژاد با تصریح به اینکه انتخابات سالم برگزار شده است و مدعیان نتوانستند مدرک مستندی مبنی بر مخدوش بودن آن ارائه کنند گفت عده‌ای فریب طراحی‌های دشمن را خوردند، در سناریوی دشمن بازی کردند و در این اتفاقات به عده‌ای از مردم آسیب وارد شد و برخی از مردم کشته شدند و این ناجوان مردانه ترین نحوه برخورد با ملت ایران و انتخابات پاک ملت ایران بود. احمدی نژاد رویدادهای بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه را نیز به عواملی خارج از نظام جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت در برخی از بازداشتگاه‌ها اقدامات زشتی انجام شد و بنده می‌خواهم اینجا اعلام کنم که این کارهایی که در بازداشتگاه‌ها و کوی دانشگاه انجام شد نیز اجزای سناریوی دشمن بود و این کارها توسط وابستگان به جریان براندازی انجام شد و ما امروز شواهد و دلایل و اسناد روشنی داریم و ساحت نیروهای انقلاب و نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ما از این گونه اقدامات شرم‌آور مبرا است. اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عصر دیروز با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دیدار کردند. در این دیدار خاتمی به شدت از سخنان گفته شده در نمازهای جمعه علیه اصلاح طلبان انتقاد کرد. خاتمی در خصوص ائمه جمعه و سخنان آنها درباره حوادث پس از انتخابات گفت تریبون مقدس نماز جمعه در اختیار عده‌ای قرار گرفته که به شخصیت‌های برجسته نظام و مراجع بزرگ شیعه اهانت کرده و حتی در مقام دادستان خواستار برخورد با آنان می‌شوند، حالان که خود در پیشگاه وجدان عمومی متهم به خیانت در امانتند. وی با تأکید بر اینکه اصلاح طلبان باید با قوت در صحنه حضور یافته و به فعالیت خود ادامه دهند گفت
آنچه امروز مایه نگرانی است خطری است که جمهوری اسلامی یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت را تهدید می‌کند. خاتمی از تلاش برای نسبت دادن حرکت مردم در اعتراضات به نتایج انتخابات به عنوان اغتشاشی که عوامل بیرونی دارد نیز انتقاد کرد، آن را اشتباهی بسیار بزرگ، توهمی زیانبار و پرهزینه برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت امروز هم سخن ما این است که شایبه بی اثر شدن رأی مردم در نظام باید برطرف شود و اعتماد خدشه‌دار شده مردم به عنوان مهمترین پایگاه و پشتوانه اعتبار نظام به سرعت ترمیم شود.